بچه ها خیلی بچه ها بودن که دو نفر توی یه خانواده شایشون مثل شریف، مثل افضلی و یا خانواده غلامی که سه تا از بچه هاش توی یک شد و همه شد هفت ادام کردن که در کل هفت از بچه هاش شاید کرده بودن. که وقتی من بعد از آزادی تو خیابون یه روزی بابا احمد میبینم که فریاد میکشه با دوند ویدیو فریاد ای خدا به چی بگم، هفته از برام از من گرفتن، حتی بچه هامه شهید کردن، سر بردن، به چی اینو باید به کجا پناه ببرن، که خود مادرش هم روانی شده بود، سیتیکر روانی شده بود، داره که تعادلش خود رویش از دست داده بود، پدرش هم که با این وقت برادرم 24 سالش بود که دستگیر شد. بعد از اینکه بعد از شکنجه و بازجویی و آزار اذیتی که بهش کردن، 8 سال خودشون تو بیدادگاهشون بهش حکم دادن. یادم دو سه ماه قبل از اینکه جریان قتل عام ها پیش بیاد، دو سه ماه قبلش ما رفتیم ملاقاتش. من اون روز به شوخی بهش گفتم که اکبر زودتر بیا بیرون بریم پیش بچه ها تو منطقه. بعد اونم خنده‌ای کرد، گفتش که من بیرون نمیام، من اعدام میشم همچی با این حالت. بعد گفت همه ما اعدام میشیم. در همون اواخر سال 66 بازجویی توی زندان‌های سمنان شروع شده بود و همینطور تا اونجای خبر دارم توی زندان شاهرود. هدف بازجویی هم که مشخص بود، یعنی از برگه بازجویی مشخص بود که هدف توا کردن زندانی‌های قدیمی‌تر و سر موضع بودنی مشخص بود که زندانمان از اون مقتل طرح و نقشه مشخصی برای قتل عام داشت. اواخر سال 66 که ما در گوهردش بودیم، یک شب همگی ما رو چشم بسته بردن توی اتاقی و به دیوانشون زن و مجدداً لیست پرسنلی اسم و فامیل و اتهام رو از ما گرفتن. و سؤال اضافهی که علی‌رغم سؤال قبلی داشت که آیا همکاری میکنید یا نه، که ما از اونو سؤال کردیم این سؤال جدید چی هستش و ما قبلا این همه لیست رو پر کردیم، به ما جواب مشخصی ندادن، ولی از اکسن عمل ها و برخوردش ما احساس کردیم که اینها یک توطئه جدیدی دارن. ما خودمون که اونجا بودیم کاملا برای ما واضح بود که یک چیزی در پیشه. فروردین 67 یکی از بچه ها که میخواست آزاد بشه، دادیار زندان بهش گفت زود از زندان بریم بیرون، شماها رو میخوان تعیین تکلیفتون بکنن. تیر ماه 67 دو نفر از دادیارای زندان اومده بودن تک تک بنده یک که ما بودیم اتاقامون، دونه دونه اسم و فامیل میپرسیدن، میگفتن میخوایم شما رو اتمام حجت کنیم بعد دستبندتون کنیم.